سی بخش جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض میکنم این برنامه از مجموعه برنامه های اخبار ایران و گزارش های خاور میانه است که به همت وبسایت ifttv.com تهیه میشه از شما دعوت میکنم که از این وبسایت دیدن کنید و علاوه بر برنامه های سیاسی از برنامه اقتصادی اجتماعی و مسائل دیگر دیدن کنید و از طریق ایمیل ما رو از نظرات خودتون بهره کنید از شما همچنین دعوت میکنم که از وبسایت دیگه گروه ما اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه ایران ایران نیوز و میدل ایست ریپورت که در آدرس imenews.com هست دیدن کنید در اونجا ما اخبار ایران و گزارش های مهم خواهر میانه رو در بخش های سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری و مقاله به دو زمان فارسی و انگلیسی برای شما عرضه می کنیم همچنین در اونجا ویدیو های بسیار زیادی هست از کارشناسان غربی در, در مورد مسائل خواهر میانه که میتونید به اونها گوش بدید و از اونها دیدن کنید و همینطور از شما دارم کنم که از نظرات خودتون بنده و دیگر دوستان رو هم در وبسایت آی آیف تی دات کام و هم در وبسایت اخبار و گزارش خبر میانه مطلع کنید و بهره من کنید خب اجازه بدید که برنامه امروز رو به مسائل مهم خاورمیانه میانه اختصاص بدیم اولین موضوعی که میخوام به طور مختصر بهش اشاره کنم مقاله بسیار مهمی بود که دیروز آقای گرانت اف اسمیت در وبسایت انتایوار دات کام منتشر کرد اول اجازه که خدمت شما عرض کنم که آقای گرانت اسمیت مدیر انسیتوی تحقیقات در مورد میانه در واشنگتن هستند ایشون اخیرا یک کتاب بسیار خوب منتشر کردن که اسمش از زالمان شپیرو and diversion of US weapon grade uranium to the Israeli nuclear weapon program. این کتاب راجبه اینه که چطور اطبای آمریکا کمک کردند که اورانیوم غنی شده آمریکا که برای سلاح ساختن سلاح هسته‌ای به کار میره از آمریکا بیرون بره و به اسرائیل برسه تا به برنامه هستی اسرائیل کمک کنه. آی گرانت اسمیت در مقاله که دیروز منتشر کردن و میتونید همین میتونید از در به وبسایت antiwar.com مطالعه کنید با مدارک جدیدی که به دست آوردن و کپی خود مدارک هم در اونجا وجود داره نشون دادن که دولت آمریکا در 1987 از وجود یک برنامه هسته ای در اسرائیل که در اون اسرائیل سعی میکرد که بمب هیدروژنی بسازه مطلع اول خدمت شما ارز کنم که بمب هیدروژنی هم نوعی سلاح هسته ای منطق قدرتش از بمب های هسته ای بسیار بسیار بیشتره بوم های هستی که به عنوان مثال روی هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد بوم هایی هستن که در اثر شکستن اتم ها اه 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 انرژی مرگبار و خوشن رو تولید میکنن بوم های هیدروژنی مثل ستارگان و مثل خورشید کار میکنن یعنی در اونجا اتم هیدروژن با هم فیوز میشن با هم میشن تا اتم های سنگین تر تشکیل بدن منتها این پروسه انرژی بسیار زیادی رو آزاد میکنه که به عنوان مثال خورشید ما هم همین جوری کار میکنه و بمب‌های هیدروژنی از این نوع هستن به هم دلیل بمب‌های هیدروژنی قدرت تخریبشون بسیار, بسیار 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 بیشتر از هست بمب‌های هسته‌ای است مدارکی که آقای گرند اسمیت در مقاله خودشون عرضه میدن که مقاله که این مدارک کپیش اونجا وجود داره و من, من این تقلبی نیست تمام امضاها تمام چیزها اونجا هست نشون میده که آمریکا از این برنامه مطلع بوده و حتی به،, به, انجام این برنامه کمک میکردیم این کارها در مجموعه مجموعه های اتمی اسرائیل انجام شده اسرائیل دو مجموعه اتمی بسیار شناخته شده یکی در دیمونا داره یکی در سورق که در هر دوی اینها به برنامه هسته اسرائیل کمک میکنه و در واقع این دوتا مثل آزمانشگاه ها و لابراتوار های ملی آمریکا مثل لوس الاموس و و لارنس لیوه مورو و جاهای دیگه هستن چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که چون دولت آمریکا خودش مطلع بوده که اسرائیل باید اسرائیل داشته این کارو میکرده اگر قوانین خود آمریکا قرار بود اجرا بشه آمریکا باید کمک های مالی و اقتصادی خودش رو و تسلیحاتی خودش رو به اسرائیل بلافاصله قطع کرد در آمریکا قانونی وجود داره به نام قانون اصل سیمینگتون سناتور سیمینگتون در 1961 قانونی رو در کمک کرد که در مجلس سنا تصیب شد که بر طبق اون اگر دولت آمریکا به کشورهای کمک اقتصادی نظامی و مالی میده و, و کشف بشه که اون کشورها مشغول ساختن سلاح هسته‌ای هستند یا در این مورد دارن تقریب میکنن این کمک ها باید بلا فاصله بشه در 1977 سناتور جان گلن که قبلا فضانورد بود و بعد سناتور شد از ایالت اوهایو این قانون رو یه مقدار عوض کرد و این مقدار رو در واقع سختگیری قانون رو یه مقدار زیادی بیشتر کرد و هم در این قانون به نام قانون سمینگتون گلن شناخته شده میشه بر طبق قانون سمینگتون گلن دولت آمریکا به محض که مطلع شد که اسرائیل برنامه تحقیقاتی برای ساختن بمب هیدروژنی داره و تمام کمک های نظامی خودش رو به اسرائیل قطع میکرد که البته دولت آمریکا این کار نکرد و جالب اینجاست که در قوانین آمریکا یک بندی وجود داره که بر طریق اون کارمندان دولت آمریکا که در مراکز نظامی یا تحقیقاتی مربوط به نظامی کار میکنن یا در امور جاسوسی کار میکنن اجازه ندارن که به مردم در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل اطلاعات بدن اگر این کار کارو بکنن میتونن به دادگاه کشونده بشن و مجازات بشن به حال این مقاله مقاله بسیار بسیار مهمیه به خصوص در شرایط کنونی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و پنج وزاوی در جریانه و در این حال گوشه ای از برنامه هسته‌ای اسرائیل رو هم بر روی چش مردم آمریکا باز میکن. صحبت مذاکرات بین ایران و به اضافه یک شد اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که در هفته گذشته این موضوع بسیار مورد بحث قرار گرفته بود در وبسایت های مختلف در روزنامه ها و مجلات مختلف آنچه که از گزارش ها برمیاد اینه که توافق های مهمی انجام شده ولی هنوز یکی ای دو مسئله باقی مونده مسائلی که باقی مونده اولا طول مدت قرار داده که در برنامه گوشه خدمت شما عرض کردم اهمیت طول مدت قرارداد به این به این دلیله که بعد از اینکه قرارداد تموم شد یعنی اجرا شد و تموم شد دولت ایران آزاد هست که برنامه غنی سازی اورانیوم خودش رو در هر سطحی که بخواد گسترش بده یعنی میشه یک عضو عادی آژانس بنومن انشه هستهی که میتونه غنی سازی رو با تعداد عظیمی سانتریفیوژ ادامه بده به هم دلیل طول مدت قرارداد موضوع مهمیه اینطور که از گزارش رو برمیاد آمریکا و متحدانش پیشنهاد 15 سال طول مدت قرارداد کرده آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قبلا گفته بود که ایران یک قرارداد هفت ساله رو میتونه قبول کنه حالا چرا هفت سال به این که اینکه ایران با روسیه قرارداد 10 ساله دارن که سوخت راکتور بوشهر رو برای ده سال اول روسیه تامین کنه سه سال از مدت قرارداد گذشته و الان ما وارد سال چهارم شدیم بنابراین تا نزدیک هفت سال دیگه این قرارداد تمام خواهد شد بنابراین اگر ایران و روسیه این قرارداد رو تمدید نکنن ایران مجبور خواهد بود که سوخت راکتور بوشه رو یا وارد کنه یا باید خودش در داخل ایران تولید کنه که البته جمهوری اسلامی بارها گفته که مایلی خودش سوخت رو تولید کنه بعد در آقای زریف قبلا گفته بودن که قرارداد 7 ساله مورد قبول ایران خواهد بود خب این،, این, یک اختلاف هست اون وقت این موضوع رابطه مستقیم داره به تعداد سانتریفیوژهایی که در ایران میتونن فعالیت کنند موزه اولیه ایران همیشه این بود که تعداد جایی که در ایران میتونن فعالیت کنن همونهایی باشه که در حال حاضر در حال فعالیت هستن که در حدود 9500 تا آمریکا یا از حدود چند صد تا شروع کرده دن که به اصطلاح میخواستن به ایران فقط یک حالت برنامه قنیسازی سمبولیک بدن که بگن که ایرانی ها در واقع برنامه قنیسازی خوش رو متوقف نکردن ولی تا حدود 5000 تا هم راضی شدن حالا اگر اینطور که برمیاد ایرانی ها گزارش دادن ایرانی ها قبول کردن یعنی هیئت نمایندگی ایران قبول کرده که تعداد سانتریفیوژها به اصطلاح ربط داشته با طول مدت قرارداد اگر طول مدت قرارداد کوتاه باشه وقت ایرانی ها هم قبول میکنن که تعداد های فعالشون کمتر باشه اگر طول مدت قرارداد بیشتر باشه وقت تیم مذاکرات ایران گفته که در اون صورت تعداد های فعال ایران باید بیشتر باشه یا در همین حدی که هست هم الان هست این یه اختلافه اختلاف دیگه بر سر اینه که مکانیسم برداشتن تحریم ها توسط غرب به خصوص آمریکا چگونه خواهد تیم دیپلماتیک ایران به خوبی این واقع بینی رو داره که در حال حاضر بیشتر این تحریم هایی که آمریکا بر علیه ایران برقرار کرده توسط کنگره تصیب شده و چون توسط کنگره تصیب شده خود کنگره هم باید اونها رو لغو کنه تنها کاری که دولت اوباما میتونه بکنه اینه که اونها رو وارد تعلیق در بیاره. و تیم دیپلماتیک ایران نگرانیه که اگر آقای اوباما بعد از پایان دوران ریاست جمهوریشون با یک رئیس جمهور دیگه جایگزین جای شد که نسبت به این موضوع نظر خوشی نداره به عنوان مثال یک رئیس جمهور فرض کنید جمهوری کنی خواه و یا یک رئیس جمهور دموکرات که نظرات تندتری نسبت به آقای اوباما داره و هیچ تضمینی وجود نداره که این تعلیق ادامه پیدا کنه بنابراین یک مکانیزمی باید وجود داشته باشه که اگر اینها به حالت تعلیق هم در اومدن این تعلیق ادامه پیدا کنه و کسی قادر نباشه این تعلیقا رو به سادگی از بین در این حال تیم هست ایران مایله که کشورهای اروپایی از روز بعد از اجرای قرارداد لغو تحریم‌های خودشون بر علیه ایران آغاز کنند چون همطور که در برنامه گوشه خدمت شما عرض کردم واقعا که مهمترین طرف تجارت ایران آمریکا نیست بلکه اروپا است ایران با آمریکا روابط تجاری بسیار ضعیفی در طول سی و چند سال گذشته داشتن و ایران همیشه مورد تحریم آمریکا بوده بنابراین اگر تحریم‌های کشورهای اروپایی برزده ایران برداشته بشه این به اوضاع اقتصادی ایران کمک میکنه نه لزوما تحریم های آمریکا البته آمریکا کار غیر قانونی هم در این مورد کردن و اونی که هایی که توسط کنگره خودشون تصویب کردن این رو با کشورهای خارج از آمریکا هم تحمیل کردن که این برخلاف قوانین بین‌المللیه هیچ کشوری حق نداره که در پارلمان خودش قانونی رو تصویب کنه و اون قانونی که در پارلمان خودش تأسیس کرده در خارج از مرزهای خودش به اجرا در ولی آمریکایی‌ها ها این کارو کردن منتها خب دنیا دنیای زورگویی آمریکایی‌ها زورشون میرسه و دارن این کار رو انجام میدن به حال این آخرین خبرهایی بود که راجب برنامه هسته ایران و مذاکرات خدمت شما عرض کردم و این رو باید در کنار همون خبر راجب آگاهی آمریکا در مورد برنامه اسرائیل برای ساختن بمب هیدروژن در 1987 قرار داد اینو که آیا اسرائیل در حال حاضر دارای سلاح هیدروژنی هست یا نیست هیدروژنی هست یا نیست برای من روشن نیست ولی به هر حال آنچه که مصالحه مقاله آقای گرانت اسمیت به اصطلاح یک نور خیلی خوبی رو برای این مسئله میتابه خبر سوم مربوط به میانه اسارتی بود که سلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس چند روز پیش کرده بود ایشون در سخنرانی که در کرمان که زا... جایی هست که اون ایشون به دنیا آمدن در یکی از دهکده های دورور کرمان به دنیا آمدن که در یکی از برنامه گوش خدمت شما عرض کردم و این سخنرانی به مناسبت سال انقلاب بود گفتش که داعش داره از بین میره یعنی همون دولت اسلامی در عراق و شام داره از بین میره دلیلش هم شکست‌های بسیار زیادی که اینها در سوریه و عراق خوردن که البته بیشتر این شکست‌ها رو نیروهای عراق و نیروهای دولت سوریه که به همراه متحدشون که ایران باشه به داعش وارد کردن وگرنه فرض کنید عنوان مثال بمباران های شدیدی که مواضع داعش توسط دا آمریکا و متحدانش داشته اینطور که منابع غربی خودشون میگن تاثیر مهمی بر روی خود داعش نداشته چون داعش یک به اصطلاح نیروی نظامی عرفی نیست که دارای پادگان باشه و هواپیما باشه و تانک باشه و اینا که اینا رو بشه با بمباران از بین برد به صورت یک نیروی نظامی غیر و تقریبا حالت چریکی داره عمل میکنه به همداری حملات نظامی مستقیم رو در رو هست که میتونه به اینا صدمه وارد کنه و اینطور که سلشکر سلیمانی در سخنانی خوشون در کوبا گفتن ظاهرا داهش شکست های بسیار زیادی رو خورده البته قبل از صحبت های سلشگر سلیمانی مطبوعات و بیتصاد های معتبر غرب هم راجع موضوع گزارش داده بودن گفتن که پیشرفت داعش نه تنها متوقف شده بلکه داعش یه از مواضع خودش که در عراق داشت اونها رو از دست داده و نیروهای دولتی عراق به همراه پیشمرک های کرد و میلیشه های شیعه اینها رو به مقدار زیادی عقب بوندن و بنابراین صحبت سلشکر سلیمانی زیاد هم در این مورد نمیتونه بی اساس و بی ربط باشه حتی اگر فرض کنیم که ایشون یه مقدار اغراق هم در این مورد کرده باشه خب این سه خبر مهمی بود که راجع به اوضاع خاورمیانه در هفته گذشته وجود داشت که می‌خواستم اول خدمت شما در, مورد، در, این مورد با شما صحبت کنم دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلی امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد. ما شما را از طریق ای بی تو، فاملی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجوی و پناهندگی یاری می دهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com خب حالا موضوع, موضوع مهم اصلی برنامه‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم راجب دو رژیم در خاور میانه و نقش اونها در اوضاع کنونی این دو رژیم یکی رژیم آقای عبدالفتح السیسی هست در مصر و یکی هم رژیم عربستان همه ما میدونیم که بهار عربی در زمستان سال 2011 یعنی چهار سال پیش از تونس به مصر رسید و در اون مردم شروع کردن تظاهرات عظیمی رو بر علیه حکومت حسنی مبارک برپا کرد این تظاهرات به حدی نیرومند بود که خیلی زود متحد اصلی دولت حسین مبارک یعنی دولت آمریکا متوجه شد که مثل حکومت محمد رضا شاه در در درست در قبل از انقلاب در زمستان 1979 دولت حسین مبارک هم رفتنی است و بنابراین حسین مبارک و اشخاص نزدیک به حسین مبارک منفورترین چهره های سیاسی مصر بودن باید از صحنه خارج بشن و هم با, هم با, فشار آمریکا و همکاری ارتش در مصر که یک ارتش کاملا آمریکایی هست آقای حسین مبارک از صحنه خارج شدن و ظاهرا به خواستای مردم جواب داده شد انتخابات پارلمانی برگزار شد که در اون انتخابات احزاب اسلامی برنده شدند. میشه راجع به این موضوع چرا احزاب اسلامی برنده صحبت کرد به نظر من یک دلیل مهمش این بود که احزاب اسلامی بسیار آماده تر از احزاب غیر دینی بودن در مصر لیبرال ها دموکرات ها اینا فرصت سازماندهی قوی خودشون رو نداشتن به هم دلیل چون اخوان مسلمین و گروه های تندتر از اخوان مسلمین مثل سلفی ها خیلی سازماندهی قوی داشتن و ریش های عمیق در جامعه داشتن تونستن در این انتخابات پیروز بشن. بعد انتخابات ریاست جمهوری رسید و آقای محمد مرسی که دارای دکترا در مهندسی علم مواد از دانشگاه یو اس یعنی هم دانشگاهی که من در تدریس میکنم هستم و در 1982 فارغ تحصیل شدن ایشون با رأی مردم به ریاست جمهوری است البته در اینجا خدمت شما عرض کنم که درسته که اخوان المسلمین و گروه های اسلامی کنترل پارلمان رو در دست گرفتن و درسته که آقای محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر سید. ولی اون دولت در سایه ای که نظامیان مصر در مصر داشتن این دولت از بین نرفت این دولت در واقع در سایه وجود داشت فقط تنها اتباعی که افتاده بود همونطور که خدمت شما عرض کردم این بود که شخصیت های منفور این دولت در سایه مثل حسین مبارک پسرهاش و کسانی دیگه مثلا فرض کنید رئیس امور جاسوسی و بعضی از سران ارتش اینها کنار رفته بودن ولی اون به اصطلاح ریشه های عمیق دولت در سایه مصر وجود داشت این دولت در سایه شروع کرد کارشکنی کردن در امور دولت آقای محمد موسی و دولت محمد موسی قادر نبود بدون کمک اینها احتیاجات اولیه مردم رو برطرف کنه و این دولت در سایه در این کار اختلاف وجود بود در این حال اشتباه بزرگ و تاریخی اخوان المسلمین و متحدانشون در پارلمان مصر کردن این اشتباه بزرگ این بود که اینا فکر میکردن که چون در انتخابات پارلمانی برنده شدن معنیش اینه که اینها میتونن هر قانونی رو در پارلمان تصیب کنن و به مردم مصر تحمیل کنن در که اینطور نیست درسته که مردم به اخوان مسلمین در انتخابات پارلمانی رأی داده بودن ولی معنیش این نبود که اخوان مسلمین و متحدانشون میتونستن قوانین ارتجایی و عقب افتاده در پارلمان مصر تصیب کنن و اونها رو به مردم مصر تحمیل کنن اخوان مسلمین دارای پایگاه اجتماعی در مصر هستن ولی پایگاه اجتماعی اینها در مصر اونقدر نبود که بتونن هر کاری که دلشون خواستن بکنن خب این دو عامل دست به دست را هم دادن از یک طرف نارضایی مردم از اوضاع اقتصادی و عدم توانایی دولت آقای محمد مرسی برای برآورده کردن این نیازها و احتیاجات مردم به خصوص که اخوان المسلمین حدود 80 سال فقط در اپوزیسیون بود اخوان المسلمین در حکومت شرکت نکرده بود که آمادگی حکومت کردن رو داشته باشه مثل فرض کنید به عنوان مثال احزاب اسلامی در تونس احزاب اسلامی در تونس هم بعد از بهار عربی در تونس به قدرت رسیدن ولی آمادگی حکومت رو نداشتن به همین دلیل در تونس اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار خوبی بود احزاب اسلامی به طور داوطلبی از حکومت کنار کشیدن و انتخابات دوباره برگزار شد این بار مردم به احزاب غیر اسلامی رأی دادن و رئیس جمهور غیر دینی یا به غیر غیر دینی انتخاب کردند. و بعد اون رئیس جمهور غیر دینی از احزاب اسلامی دعوت کرد که یک دولت ائتلافی تشکیل بدن و وارد دولت بشن که همین کارم هم انجام شده و بنابراین انتقال به از دیکتاتوری به دموکراسی در تونس خیلی مسالمت آمیز انجام شده چرا چون احزاب اسلامی در اونجا با درایت عمل کردن ارتش هم با درایت عمل کرد حالا میتونیم راجع این بحث کنیم من در یک مقاله در این مورد توضیح دادم و گفتم یک دلیل مهمی که این اتفاق در تونس افتاد ولی در مصر اتفاق نیفتاد این بود که غرب در تونس دخالت نکرد گذاشت که خود مردم تونس این کار انجام بدن چرا چون تونس از لحاظ استراتژیک برای غرب اهمیت خیلی زیادی نداره ولی مصر از لحاظ استراتژیک برای غرب بسیار مهمه مصر قرارداد صلح با اسرائیل رو امضا کرده مصر کانال سوئز رو کنترل میکنه و مصر یکی از مهمترین کشورهای کل قاره آفریقاست ارتش مصر هم تا به حال ارتش آمریکایی بوده از زمان انور سادات یک ارتش آمریکایی شده بندر آمریکا و غرب به سادگی حاضر نبودن که مصر رو از دست بدن خب نارضایی مردم کارشکنی دولت در سایه مصر که در واقع دولت نظامی ها بود و زیاده روی های اخوان مسلمین باعث شد که تظاهرات بزرگی بر علیه دولت محمد مرسی برگزار بشه و خب خیلی ها از کودتای جنرال عبدالفتاح السیسی در مصر حمایت کردند بین خود ایرانیان در اینجا هم حتی خیلی جشن گرفتن مقاله های مفصلی نوشتن راجع به اینکه این کار درستی بود و آقای آقای السیسی به اصطلاح قهرمان ملی مصر حتی که دوستان نزدیک خود من که ما در مورد بسیار مسائل هم عقیده هستیم از این کودتا حمایت کرد و گفت این کار درست و اینا ولی بنده همون موقع گفتم حالا شما میگم این کار کار بسیار اشتباهی بوده چرا اولا به این دلیل که واضح شده که الان دولت آقای عبدالفت السیسی یک دولت دیکتاتوری کامله جنایت هایی که دولت السیسی در عرض این دو سال گذشته انجام داده بسیار بیشتر از جنایت هایی بوده که در دوران حسنی مبارک انجام شده در دوران حسنی مبارک در ده سال آخر حکومت ایشون احزاب اپوزیسیون بسیارشون اجازه فعالیت داشتن مثل مثلا فرض کنید اخوان المسلم اخوان المسلم در پارلمان زمان حسین مبارک نماینده داشت ولی دولت ارسیسی نه تنها اینها رو منحل کرده بلکه گروه گروه از اینها صدها نفر صدها نفر 180 نفر 200 نفر 500 نفر هزار نفر اینها رو در دادگاه های نمایشی به محاکمه گذاشته و اینها رو به مرگ محکوم کرد در تظاهراتی که بعد از کودتا در تابستان سال 2013 اتفاق افتاد حدود هزار نفر کشته شدن البته رقم 5000 تا وجود ولی دست دو 2000 نفر کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر و عفی بین‌المللی در مورد گزارش‌های بسیار مفصلی دادن زندانیان بسیار زیادی هم ایران زندان سیاسی بسیار زیادی در مصر وجود دارند که خیلی از اونها رهبران جوان بهار عربی در سال 2011 بودند بعد دارید حکومت السیسی نه تنها بهتر از حکومت حسین مبارک نیست بلکه مناطب بدتر از حکومت حسین در عین حال وقتی که شما وقتی یک حزب اسلامی از طریق دموکراتیک به حکومت میرسه در انتخابات شرکت میکنه قوانین انتخاباتی رو قبول داره در انتخابات شرکت میکنه و در انتخابات پیروز میشه یا حتی در انتخابات پیروز نمیشه ولی به عنوان یکی از مهمترین احزاب اپوزیسیون شناخته میشه قلقم کردن این احزاب فقط باعث تندرو شدن این احزاب میشه یعنی این احزاب به این نتیجه میرسن که از طریق انتخابات و شرکت در فرآیند دموکراتیک نمیتونن به حکومت برسن برای این تنها رایی که میشه برای اینها اینها به حکومت برسن که دست به اسلحه ببرن کما که میبینیم که از موقعی که دولت محمد مرسی در مصر سرنگون شد وقایع تروریستی در مصر بسیار زیاد شده به خصوص در صحرای سینا که گروه های اسلامی در اونجا وجود دارن به ارتش مصر حمله کردن تعداد زیاد کشته شدن ارتش مصر هم تعداد زیادی از اونها رو کشته و این جنگ تروریستی در مصر کارش داره هر روز بالاتر و بالاتر میشه خب این به نظر من به همین دلیل من میگم این اشتباهی بسیار بزرگی بود اشت... نه تنها دولت سیسی اون دولتی که خیلیها فکر میکردن نبود بلکه یک دولت به نظر من یک نظام کاملا فاشیستی نظامی هست بلکه احزاب معتدل و گروه های معتدل اسلامی هم اینها به طرف توندروی و دست پسله بردند و این حکومت حکومت است که همین الان می‌بینیم و این به نظر یکی از بدترین حکومت‌هایی است که در خاورمیانه وجود داره حالا متحد اصلی دولت ال -سیسی، چه کشوری عربستان سعودی عربستان سعودی بود که از کودتای سی سی در مصر حمایت کرد عربستان سعودی بود که میلیاردها دلار کمک کمک اقتصادی در اختیار دولت ال -سیسی قرار داد در این حال غرب هم که در اول ادعا می‌کرد که دولت ال -سیسی کودتاش در واقع کودتا نبوده بلکه اجرای خاص مردم بوده و بعد به یک سری از این به صلاح نقض حقوق بشر در مصر اعتراض کرد و موزه گرفته و اینا آرام آرام اینا دوباره به طرف دولت السیسی برگشتن آقای تونی بلر از آقای عبدالفتاح السیسی حمایت میکنه و ایشون رو مورد تحسین قرار میده آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا از قاهره دیدن میکنه و میگه که من وقتی که با آقای سیسی مذاکره میکردم در ایشون یک تعهد عمیق نسبت به احترام برای حقوق و بشر یافتم من نمیدونم ایشون چجوری اینو دیدن که این تعهد عمیق رو دیدن بدین کم توی عرض کردم اوضاع زندانهای مصر شکنجه زندانیان سیاسی در مصر کشتن مردم در تظاهرات اینا بسیار بدتر از دولت زمان دولت آقای حسین مبارکه و, و الاخر و خب همین چند روز اعلام شد که دولت آقای عبدالفتح السیسی با فرانسه هم قرارداد نظامی بسته و برطبع اون قرار, قرار یک تعداد جنگنده از فرانسه بخره و ناب هم تو یک مثلا ناو جنگی هم تو ببینید غرب همگی اینها دارن از دولت السیسی حمایت میکنن بنابراین اون دوستان مترقی که همیشه با سیاست های مخرب غرب در خاورمیانه میانه مخالفت میکردن ولی از کودت های السیسی در مصر حمایت میکردن حالا باید بیان خودشون و جواب بدن که خب حالا که این اتفاق افتاده چجوری اینها رو میشه توجیه کرد همچنین که از کردم متحد اصلی اینها عربستانه و به نظر من عربستان یکی از مهمترین عوامل اوضاع آشفته خاورمیانه میانه است این رژیم یه رژیم اولا دیکتاتوری مذهبی است نوع حکومت مذهبی که در عربستان هست از بدترین نوع حکومت از مرتجه ترین انواع حکومت های مذهبی است در مقایسه با حکومت عربستان نظام فقیهان در ایران به نظرم بسیار مترقیه معنیش این است که نظام فقیهان در ایران مترقیه معنیش این شما این دو تا اگه با هم مقایسه کنید می‌بینید که این نظام در ایران با همه مشکلاتی داره با همه جنایاتی که در ایران در طول 36 سال گذشته اتفاق داده، باز در مقایسه با عربستان و متحدانش در ناحیه خلیج فارس مثل کویت مثل امارات متحده مثل قطر و اینها بسیار بسیار بسیار, بسیار مترقی تره شما نگاه کنید در عربستان خانم‌ها حتی حق هم ندارن در که در ایران خانم ها یک بخش مهمی از نیروی کار هستند در تمام سطوح جامعه وجود دارن از دانشگاه گرفته تا دولت تا وکالت تا پزشکا و الی آخر 60 درصد جمعیت دانشگاهی در ایران خانوم ها هستن و الی آخر البته قوانین تبعیض آمیز هم نسبت به خانم در ایران بسیار وجود داره کسی منکر اون نمیشه ولی ما فقط داریم مقایسه میکنیم بین ایران و عربستان سعودی خب این حکومت نه تنها از لحاظ مثلا نوع نظام سیاسی بسیار مرتجعه و مذهبیه و و بسیار عقب افتاده است بلکه نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن گروه های تروریستی سنی بر خواهر میانه داشته این نقش نقشی نیست که اینها در عرض چند سال گذشته به عهده گرفته باشند این نقش برمیگرده به زمان دستکم به زمان حجوم شوروی به افغانستان در 1979 و تصمیم آمریکا و عربستان سعودی برای مقابله با اون در افغانستان که آمریکا و عربستان و پاکستان با همکاری همدیگه مجاهدین افغانی رو به وجود آوردن و مسلح کردن و تعلیم دادن بودجهش رو عربستان داد اسلحش رو سی داد تعلیمش رو ارتش پاکستان داد و همه اینها مجاهدین افغانی رو در افغانستان وجود دارن که با شوروی بجنگ که به بلاندان که بعدها رهبر القاعده شد یکی از شخصیت های بسیار مورد اعتماد سران عربستان سعودی بود من از شما دعوت میکنم که کتاب دیولز گیم رو که مال آقای رابرت درایفوس هست نویسنده کار باساوی آمریکایی حتما بخونید که نشون میده که دولت های غربی چگونه با گروه های اسلامی در عرض چند دهه گذشته در ارتباط بودن. وقتی شما اینها رو نگاه میکنید که عربستان از از اینجا شروع شد و اینها از اون موقع تا به حال نه حمایت میکردن هفته قبل در برنامه هفته قبل خدمت شما عرض کردم نیویورک تایمز بسیار بسیار مهمی داشت و در اون گفته بود که آقای زکریاس موساوی که یکی از نفر بیستمی بود که ظاهرا قرار بود که در واقعه تروسی 11 سپتامبر شکل کنه و قبل از واقعه تروسی دستگیر شد ایشون گفته بودن که تا آخ... دست تا آخر دهه 1990 حتی بعد از اون که اسامه بن لادن اعلام جنگ بر علیه خاندان سلطنتی عربستان داده بود بودجه القاعده و بسیاری از گروه های تروریست سنی دیگه در اون ناحیه رو شخصیت های مهم دولت عربستان و ثروتمندان دولت عربستان تامین میکردن که ایشون از سه شخصیت نامونی که پرنس بندر بود یکی پرنس ترکر فیسر بود یکی پرنس ولید التلال بود که این سه نفر نقش مهمی در دادن امکانات مالی نظامی به این گروه های تروریستی داشتن و در چندین برنامه این موضوع رو برای شما ذکر کردم که در گزارشی که راجع به واقعه تروریستی 11 سپتامبر اف... تهیه شد 28 صفحه از اون گزارش رو اینها دولت آقای بوش سری اعلام کرد و اجازه نداد که اون 28 صفحه منتشر بشه که تا به امروز منتشر نشده اون 28 صفحه در مورد نقش دولت عربستان در واقعه تروسی 11 سپتامبر و کمک عربستان به گروه های تروسی سنی در خاور میانه است که اونهای نمنده های از کنگره که بهشون اجازه داده شده که این گزارش رو بخونن گفتن که اگر این گزارش منتشر بشه یک انقلاب و یک آشوب بزرگ در روابط عربستان و آمریکا ایجاد میشه منتها چون آمریکایی همیشه عربستان رو متحد استراتژی خودشون میدونستن به دلیل منابع عظیم نفتی و به خصوص به اینکه دولت آقای بوش و خانواده بوش با خاندان سلطنتی عربستان رابطه بسیار نزدیک داشتند به خصوص اینکه بعد از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 موقعی که هواپیماها اجازه پرواز نداشتند دولت آقای بوش اجازه داد که یک هواپیما تمام وابستگان خاندان سلطنتی عربستان که در بین اونها حتی وابستگان اسامه بلادان هم وجود داشت از آمریکا پرواز کنه و به بره و اینها رو از آمریکا خارج کنه واضح بود که اینها این گزارش ها رو به اصطلاح سری اعلام میکنن تا مردم آمریکا رو چه اونها آگاهی نداشته باشن بنابراین هدف اصلی من از این صحبت اینه که شما وقتی که به اوضاع خونین و وحشتناک خاوری نگاه میکنید بینید که دو کشور نقش خیلی مهمی در این جریان ها دارن. یکی رژیم مصر که خب با کودتایی که وجود اومد و با به صلاح حملاتی که بر ضد گروه های اسلامی کردن این گروه ها رو به طرف تندروی هر بیشتر بردن و معلوم نیست که آینده مصر به کجا کشیده میشه یکم رژیم عربستانه که علاوه بر که از کودتا در مصر حمایت کرده بلکه نقش بسیار بسیار مهمی در اوضاع کنونی خاورمیانه داره دیگه ل... ل... نباید ل... لزوم تکرار باشه چون من در چندین برنامه موضوع صحبت کردم که این عربستان و متحدانشون بودن که جنگ داخلی سوریه رو که در آغاز یک نبرد بین نیروهای دولتی و نیروهای معتدل بود تبدیل به یک جنگ سکتاریستی بین شیعه و سنی کردن شاید اگر اینها دخالت نمیکردن دولت آقای بشار الاسد با گروه های دموکراتیک در سوریه کنار می اومد و انتخابات آزاد برگزار می شود. ولی به دلیل دخالت عربستان و متحدانشون از یه طرف و کشورهای دیگه مثل ترکیه، اردن و حتی غرب در سوریه این جنگ به سرعت تبدیل به جنگ سکتاریستی بین سنی ها و شیعه ها شد و گروه هایی که در سوریه می جنگن با دولت مرکزی بسیار 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 وحشتناکتر و بدتر از هر آنچه هر آنچه که دولت سوریه در سوریه انجام داده هستند یعنی هیچکس منکر جنایتی که در سوریه توسط ارتش سوریه شده نمیشه ولی شما وقتی اینو مقایسه میکنید با جنایتی که این گروه ها در سوریه انجام دادن و انتخاب میکنید بین بهتر و بد و بدتر یا بهتر و بد یا بد و بدترین و هرچی میبینید که دولت آقای بشار اسد به مراتب انتخاب بهتری واسه مردم سوریه در شرایط کنونیه البته در شرایط ایدال هیچ کشوری نباید در سوریه دخالت کنه و همه کشورهای خارجی دست از دخالت در امور سوریه بردارن از جمله ایران از جمله روسیه از جمله عربستان و اجازه بدن که مردم خود سوریه این کارو بکنن ولی در شرایط کنی وقتی شما نگاه میکنید اینی که بدترین ارتجاییترین و خونین ترین گروه های که در سوریه مشغول جنگن همین گروهی هستند که مورد حمایت عربستان و متحدانشون هستن این صحبتی بود که حتی آقای جو بایدن معاون آقای اوباما در ماه اکتبر گذشته در بحثی که با دانشجویان دانشگاه هاروارد داشت گفت ایشون در صحبتی که با دانشجوی دانشگاه هاروارد داشت که در ایک از برنامه خدمت شما عرض کردم گفتش که عربستان و متحدانشون اونقدر دلشون میخواست که رژیم بشار الاسد در سوریه سرنگون کنه که از این لحاظ هم به دولت بشار الاسد هم دولت بشار الاسد رو سرنگون کنن و هم موقعیت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان رو ضعیف کنن این بود که حاضر بودن اسلحه و پول به هر کسی که حاضر بود با دولت بشار الاسد به جنگی بدن منتها اتفاقی افتاد بر طبق گفته آقای بایدن این بود که مهمترین قسمت جنگ رو گروه های داعش جپه النصره که همون به اصطلاح شاخه القاعده در سوریه و گروه های شبیه به این بود انجام میدادن یعنی در واقع ترکیه اردن عربستان و متحدانشون کاری که کردن این بود که این گروه ها رو در سوریه متحد کردن منظر میخوام مسلح کردن بهشون امکانات دادن تا بجنگن و به این اوضاع کنی رسیدن و اونجا بود که داعش قدرت گرفت بعد از یه که قدرتش آ... کم شده بود در لیبی تعلیم گرفت در لیبی تر شد به سوریه اومد در سوریه شد و بعد اوضاع کنی در عراق به وجود اومد بنابراین من نقش این کشورها رو در خاورمیانه شما به خوبی می‌بینید و میبینید که این بلایی که سر خاورمیانه اومده چقدر و به چه میزان مسئولیتش به عهده این کشورها هست حالا این کشورها البته عربستان و کشورهایی مثل عربستان اینا متحدان آمریکا هم هستن و آمریکایی با وجودی میدونن عربستان و متحدانشون چیکار کردن و هنوز این توانایی رو ندارن که بتونن جلوی این کار رو بگیرن یا نمیخوان یا این توانایی رو ندارن خب این طبق معمول بحث بسیار مفصلیه و چیزی نیست که بشه در از نیم ساعت یا سه یا حتی بیشتر از اون به پایان رسود و این بحث رو ما در ادامه خواهیم اجازه بدید که از شما دعوت کنم که از دو وبسایت ما imnews.com اخبار ایران و گزارش‌های خاورمیانه و همینطور از وبسایت iftv.com دیدن کنید و از نظرات خودتون ما رو مطلع کنید از اینکه وقت زیرمت خودتون به تماشای این برنامه اختصاص دادید متشکرم امیدوارم تا برنامه آینده که باره در خدمت شما خواهم بود روز و روزگار بر شما شیرین و خوش باشید سپاسگزارم